به نام خدا و با سلام، در اختتامیه هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران در خدمت جناب آقای دکتر نقی‌زاده هستیم، رئیس هیئت مدیره شرکت فرا. قربان، خیلی خوشحالم که میبینمتون و ممنون از اینکه وقتتون. شرکت فرا دقیقاً میخوایم بدونیم چه فعالیتی انجام میده. خدمت از که ما از سال 1389 یک هسته‌ای رو تشکیل دادیم با هدف اینکه حوزه مدیریت فناوری و نوآوری رو بتونیم به صورت علمی و تخصصی توی صنایع کشور نفوذ بدیم. و امروز که خدمت شما هستیم، بعد از تقریبا 14 سال فعالیت، یکی از شرکت‌های اصلی هستیم که خدمات مدیریت فناوری و نوآوری رو توی دایه‌های مختلف با تمرکز بر واحدهای صنعتی داره ارائه میکنه. ما سه دسته در واقع خدمت الان داریم ارائه میکنیم. یک دسته از خدماتمون خدمات مشاوره مدیریت فناوری و نوآوری هستش که در طول سالهای مختلف به بیش از 50 شرکت برتر حوزه‌های مختلف صنعتی توی کشور ارائه کردیم، به طوری که الان که دارم صحبت میکنم خدمت شما بیش از 25 شرکت حاضر در لیست IMI 100 کشور با ما دارن کار میکنن تو حوزه نوآوری. و در یکی دو سال اخیر حرکت کردیم توی این حوزه به سمت بین المللی کردن این خدمات، هم توی دفتری که در خارج از کشور داریم، در دبی داریم، هم اینکه نمایندگی برندهای برتر جهان تو حوزه نرم افزارهای فناوری و نوآوری رو الان دریافت کردیم و داریم توی مارکت ایران و مارکت در واقع همسایه های جنوبی ایران داریم ارائه خدمت میکنیم. دومین دسته خدماتمون برمیگرده به خدمات مربوط به حوزه نوآوری دیجیتال که خودش تو چند بخش تقسیم میشه. یه بخشش بحث استراتژی تحول دیجیتال هستش که داریم ارائه میکنیم و یک بخشش برمیگرده به خدمات مربوط به پیاده سازی سرویس های کارخونه هوشمند که الان با یکی دو تا برند بین المللی داریم همکاری میکنیم و توی ایران داریم این سرویس رو واسه حوزه نوآوری دیجیتال ارائه میکنیم. و سومین حوزه که توی دو سال اخیر خیلی روش کار کردیم، تلاش کردیم که بیاد بالا، این حوزه هستش که بتونیم توانمندسازی کنیم شرکت ها رو از منظر تجربه های سطح بالای تکنولوژی و نوآوری که خب اولین پروژه‌مون طراحی و توسعه استودیو تجربه بانک پارسیان بود، بعد به تناسب اون هم پروژه های با مجموعه دیگه الان داریم. همچنان خیلی فاصله داریم تا اینکه بخوایم بگیم الان ما دیگه تونستیم روی موج انقلاب چهارم سوار بشیم و بریم جلو. این فاصله دلیلش چی هست و کی میتونیم بگیم که فاصله خیلی کم شده؟ این واقعیت اینه که ما نیمه دوم انقلاب صنعتی سوم رو از دست دادیم. حالا به دلایل مختلف، تحریم ها، مشکلاتی که داخل کشور داشتیم و غیره، ما اون بخشی رو که در واقع به سبب تسهیل در جمع‌آوری دیتا و کمک به تصمیم سازی توی سازمان ها بودش که مثلا روی محوریت اینترنت اشیا و بعد تبدیل این اینترنت اشیا به ابزارهایی که بتونه تصمیم گیری کنه توی سازمان رو، این رو از دست دادیم و یه مقدار توی این عقب هستیم. این مقدار که چه اسم خیلی زیادی، شما الان در عمده واحد صنعتی تجاری ایران که برید، توی واحد صنعتی شما دیتا گدرینگ هوشمند ریل تایم رو نمیبینید. یعنی دیتا گدرینگ ها به سبک مثلا 20 سال قبل انجام میشه. مدیرای تولید، مدیرای خطوط مختلف میان دیتا رو میریزن داخل در واقع اکسل، بعد اکسل رو میارن، حالا اکسل ها درست وارد شده باشه درست وارد نشده باشه، اصلا این حجم دیتا میتونه توسط انسان تولید بشه نمیتونه بشه. پس ما یه بازه زمانی رو از دست دادیم. ما باید سعی کنیم بازه زمانی 10 ساله رو که از دست دادیم توی فاصله کوتاه 2-3 ساله پر کنیم. یعنی با سرمایه گذاری، با حمایت های دولت، با هر اتفاقی که میخواد بیفته تلاش کنیم که واسه افزایش بهره‌وری شرکت های صنعتی ایرانی رو توی مسیر در واقع انتهای نسل 3 قرار بدیم. و بعد در مورد انقلاب صنعتی چهارم که محورش مثلا بحث هوش مصنوعی وارد بشیم، چون شما وقتی دیتایی رو ندارید، داده‌ای رو ندارید، حالا شما میگید من بیام هوش مصنوعی رو پیاده کنم، من میگم روش کدوم دیتا؟ نه دیتای کلین و تمیزی دارید نه چیزی، این چجوری میخواید انجام بدید؟ لازم ما یه عقب ماندگی داریم، باید این عقب ماندگی رو جبران کنیم. برای این عقب ماندگی، واسه این جبران این عقب ماندگی، دو سه تا راهکار باید
دنبال کنیم که من به نظرم حالا با توجه که وقتم محدوده یه راهکار اصلیش رو خدمتتون عرض می‌کنم و اون اینه که ما باید نهادهایی رو توی کشور بسازیم که این نهادها مورد اعتماد صنعت باشه. مسیر دوم واسه اونهایی هستش که تو حوزه خدماتی کار میکنن، اونها مسیرشون بازتر هستش از اونهایی که صنعتی هستن و بیشتر هم تحت تأثیر یعنی حداقل سریعتر تحت تأثیر تحولات انقلاب صنعتی چهارم هستن. اونها باید به سرعت بحث جنراتیو ای آی رو بپذیرن، وگرنه میزان بهره‌وریشون در مقابل رقباشون انقدر کم میشه که مجبور میشن که کلا مارکت رو از دست بدن. ممنونم از شما و ممنونم از شما.